سلام به هموطنان گرامی و بینندگان عزیز سیمای آزادی. بعد از شکست دسیسه ها و بندوبست های رژیم آخوندی علیه اشرف، به خصوص در 4 سال گذشته، هدف محوری و استراتژی اعلام شده ی رژیم متلاشی کردن تشکیلات مجاهدین و مشخصاً برچیدن شهر اشرف به عنوان تهدید بالقوه بود و همچنان هم هست. ماهیت این تلاش ها به خصوص در سال 85 تماماً تدافعی و در عکس العمل به پیشروی های مقاومت ایران بوده. این به خصوص از این جهت حائز اهمیت که همه این پیروزی ها رو مقاومت ایران در شرایطی به دست آورده که رژیم آخوندی با صرف هزینه های نجومی از جیب ملت و از طریق حراج سرمایه های ملی و تقدیم قراردادهای میلیاردی به طرف حساب های بین المللی خودش به زد و بند علیه مجاهدین ادامه میده و مجاهدین همچنان در حد اکثری محدودیت و در محاصره عوامل رژیم قرار داشتند. به همین دلیل هم وزارت بدنام اطلاعات آخوندی بعد از جمع‌بندی فعالیت‌های این وزارتخونه علیه سازمان در سال 85 سرخط فعالیت‌های خودش رو برای سال 86 ارائه کرده و به عوامل و دستگاه‌های تحت امر خودش داده. در این برنامه قصد داریم که به همین موضوع بپردازیم و از شما دعوت می‌کنم که به این برنامه توجه کنید. علی فقیه ارتجاع که در خوابهای پنبه‌دانه‌ای خود رویای اخراج و استرداد مجاهدین و متلاشی شدن اشرف را در سر داشت، اینک برای استمرار توطئه‌هایش سرخط آن را برای سال 86 به عوامل و دستگاه‌های خود ابلاغ کرده است. در این گزارش که توسط یکی از شعب وابسته به وزارت اطلاعات تنظیم شده است، مجاهدین را از مهمترین منابع افشاگری مقاصد جنایتکارانه آخوندها برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ذکر نموده و می‌نویسد: مجاهدین به عنوان مهمترین منبع درباره فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان نقش بسیار مهمی در زشت جلوه دادن این فعالیت‌ها داشتند. در این گزارش همچنین آمده است: سازمان مجاهدین خلق به عنوان یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی غرب درباره فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان نقش بسیار مهمی در مشبه جلوه دادن این فعالیت‌ها داشته است. تشریح مشکلات این گروهک تروریستی در واقع نقش مهمی در تنویر افکار عمومی داخلی و خارجی و اثبات وابستگی اعضای آن دارد. وزارت اطلاعات آخوندها سپس با اشاره به اراجیف مزدورانی که تحت امر ولی فقیه نظام غرق در بحران آخوندها در آمده اند نوشته است: به تازگی چند تن از اعضای سابق گروهک مجاهدین خلق به تشریح فضای اختناق شدید فکری بین اعضای گروه پرداختند که مهمترین مسائل عنوان شده درباره درون این سازمان عبارتند از: 1. محدود کردن ذهنی و ایجاد فضای تاریک اختناق در میان اعضا. 2. عدم اطلاع رسانی مناسب و کافی از فضای بیرون سازمان. 3. اعطای مسئولیت بیشتر به زنان. 4. تضعیف بنیان خانواده و وجود طلاق اجباری میان اعضا. 5. عدم اجازه ارسال نامه اعضا به خانواده ها. 6. ضعف سازمان در کار سیاسی و معطوف شدن برنامه های آن به عملیات تروریستی. 7. تبدیل شدن سازمان به عنوان ستون پنجم عراق در سالهای جنگ و پس از آن. 8. سربنیز شدن افرادی که قصد خروج از سازمان را داشتند. در این گزارش پس از ذکر به اصطلاح مشکلات و مسائل درونی مجاهدین، خطوط زیر توسط وزارت اطلاعات آخوندها خطاب به کلیه ایادی و مزدورانش صادر شده است. وزارت اطلاعات در این گزارش راه کارهای خود را برای سال 86 چنین مشخص کرده است: 1. تهیه برنامه‌هایی با استفاده از صحبت‌های برید مزدوران و نشان دادن اینکه این افراد همکنون در ایران آزادانه مشغول زندگی هستند. 2. نشان دادن تناقض در فعالیت‌های سازمان در رادیوهای برون مرزی
با هدف مخاطب قرار دادن اعضای سازمان مجاهدین و دعوت از این افراد برای قطع همکاری با این گروهک. 3. تهیه گزارش مستند در خصوص اقدامات مجاهدین در 8 سال دفاع مقدس. 4. تبیین نقش مجاهدین در جاسوسی هسته‌ای. 5. نشان دادن برخورد دوگانه آمریکا با این سازمان به عنوان گروهکی تروریستی در حالی که هنوز در عراق فعالیت می‌کند. دستور صادر شده توسط وزارت اطلاعات آخوندها در سال جدید خواستار هدف قرار دادن تشکیلات مجاهدین و همچنین فعالیت و حضور زنان در صفوف مقدم این مقاومت می باشد. در واقع وزارت اطلاعات در سال 86 از کلیه فعالیت‌هایی که در سال 85 علیه مجاهدین و به طور خاص شهر اشرف که موضوع بحث الان اونم هستش ارائه داده، اومده جمع‌بندی کرده که در اون جمع‌بندی در واقع اومده راه کار داده برای سال 86 چه فعالیت‌هایی رو باید علیه مجاهدین و شهر اشرف در پی بگیره و روی این موضوع به طور خاص متمرکز میشه که باید بر علیه اشرف چگونه فعالیت بکنه. در بررسی این خطوط رژیم باید گفت که رژیم به زبان خودش به پاشناشیل و تهدید استراتژیک حیات ننگینش اعتراف میکنه و تمرکز اصلی خودش رو روی اشرف میبره، چرا که به خوبی دریافته هرچه زمان میگذره فرصت براش تنگ تر میشه. بنابراین بایستی حد اکثر تلاش خودش رو بکنه تا بلکه بتونه اصلی ترین تهدید سرنگونیش رو از بین ببره و یا حداقل اون رو خونسا کنه. در واقع هدف رژیم از این راه کارها متمرکز شدن روی تشکیلات مجاهدین در اشرف هستش و تلاش میکنه که این تشکیلات رو به هر ترتیبی شده متلاشی بکنه. چرا؟ برای اینکه تهدید استراتژیکش محسوب میشه. البته این موضوع جدیدی نیست، از قبل بوده، ولی رژیم این تهدید رو بیشتر از گذشته احساس میکنه و تلاش میکنه که به هر ترتیبی که شده حتی یک مجاهد رو از اشرف جدا بکنه. بنابراین کندن یک مجاهد از اشرف برای رژیم یک هدفه. سابقه این موضوع برمیگرده به قبل از جنگ آمریکا و عراق. در واقع اگه اشتباه نکنم 8 ماه قبل از جنگ عراق و آمریکا بودش که یک مقام امنیتی رژیم به اسم علیرضا اکبری که خبرگزاری رسمی رژیم اونو کارشناس مسائل استراتژیک و استاد دانشگاه معرفی کرده، گفته بودش که هدف محوری جمهوری ایران میبایست پاک کردن و حذف صورت مسئله این تشکیلات تروریستی باشه. ملاحظه میکنید که موضوعی نیست که بعد از جنگ ابداع شده باشه. اساساً از قبل از جنگ رژیم دنبال انهدام و حذف تشکیلات و سازمان بوده. پس از جنگ آمریکا و عراق، یک مقام امنیتی اطلاعات آخوندی به نام علیرضا اکبری گفت اگر قرار باشد برخی از اعضای گروهک منافقین عفو یا مجازات شوند، بهتر است عفو یا مجازات آنها در ایران انجام شود. ایران می تواند افراد محوری و تشکیل دهنده ساختار اصلی گروهک منافقین را تحویل بگیرد و محاکمه نماید. باید در این مسیر ابزار دیپلماسی رسمی یعنی وزارت امور خارجه با ابزار دیپلماسی امنیتی یعنی وزارت اطلاعات هماهنگ با یکدیگر عمل کنند. سیاست ایران مواجه کردن منافقین با نیروهای بومی مناطق داخلی عراق مثل نیروهای سپاه بدر و اکراد است.
هدف محوری جمهوری اسلامی میبایستی پاک کردن و حذف صورت مسئله این تشکیلات تروریستی باشد. خبرگزاری فارس رژیم در تاریخ 30 تیر 1385 در یک گزارشی به نقل از گروهی موسوم به، اجازه بدید چون یک اسم عریض و طویلی داره از روی نوشته بخونم، گروه سیاست خارجی و روابط بین الملل معاونت سیاسی و امنیتی و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، که البته این هم از همون اسامی پرتمطراق و دمپرکنیه که رژیم برای بزرگ جلوه دادن خودش به کار میبره. به هر حال منتشر کرده توی آخرین بررسیهاش مجاهدین رو تهدید بالقوه رژیم اسم برده، که اجازه بدین از اون متن بخونم. مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری گزارش کرد که کارشناسان ارشد نظام به بررسی فرصتها و چالش‌های ایران در عراق پرداختند. محمود محمدی که یکی از همین نماینده‌های مجلس رژیمه، مسئول روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به تغییرات و تحولات ژئوپلیتیک درباره ایران به واسطه سرنگونی صدام، با بیان اینکه نگاه به عراق به عنوان یک فرصت می‌تواند یک محور تعامل بین ما و عراقی ها ایجاد کند، یادآور شد. این نکته رو توجه کنید، در چارچوب این تعامل باید برچیدن پایگاه منافقین در عراق که همچنان یک تهدید بالقوه هستند رسیدگی شود. توجه میکنید که به صراحت از تهدید بالقوه نام برده، یعنی اینکه خودشون میگن که مجاهدین اشرف تهدید بالقوه ما هستن. یعنی اگه ما با این عینک به لجن پراکنی ها و فعالیت های رژیم علیه مجاهدین و ساکنان اشرف نگاه کنیم، دیگه هیچ جای تردیدی باقی نمیمونه که همه اینا برمیگرده به اون تهدید بالقوه که رژیم از شب و روز میترسه. اون تهدید چیزی نیست جز مجاهدین و شهر اشرف. پس از 4 سال رویارویی مقاومت با مجاهدین با فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران، این آخوندها و مزدورانشون هستند که بعد از 3 بار محکومیت توسط شورای امنیت به خاطر پروژه اتمیشون و همینطور 53 بار محکومیت توسط مجمع عمومی ملل متحد به دلیل نقض حقوق بشر در فاز انحلال و سرنگونی، در معرض باختن همه چیز و حاکمیت ننگینشون هستند. تدوین چنین استراتژی و راهکارهایی بر اساس دروغ پردازی‌ها و اتهامات بی‌پایه آخوندها و وزارت اطلاعات علیه مجاهدین البته تازگی نداره. مردم ایران به خوبی با مضامین ثابت این تبلیغات آشنا هستند. اوجگیری و افزایش هیستریک این گونه اقدامات فقط بیانگر ورود رژیم به فاز انحلال و سرنگونی و ارتباط مستقیم با پیشروی‌های مجاهدین در صحنه داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی از یک طرف و از طرف دیگه با انزوای بی سابقه رژیم آخوندی در تمامی صحنه‌های حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک داره. یکی از بهترین دلایل برای فهم ابعاد این تحول، حجم عظیم تبلیغات و جنگ روانی دیوانواریه که علیه مجاهدین و مقاومت ایران رژیم به راه انداخته. شیطانسازی از مجاهدین بی حکمت نیست. صرف هزینه‌های کلان توسط آخوندهای خوناشام دقیقاً برای ریختن خون مجاهدین و آزادی‌خواهان و ادامه سلطه غارتگرانه و سرکوبگرانه فاشیسم مذهبی بر مقدرات و سرنوشت
و ثروت‌های مردم ایران. درست در همین جاست که علت بالا گرفتن تبلیغات بر ضد مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران هم روشن میشه. ولی برای روشن شدن بیشتر این بحث از شما دعوت میکنم در هفته آینده با ما همراه باشید تا نگاهی بیندازیم به توطئه‌های رژیم آخوندی و وزارت بدنام اطلاعات علیه مجاهدین و مقاومت ایران در سالی که گذشت. بینندگان عزیز، به پایان برنامه این هفته پرونده رسیدیم. شما را به خدای بزرگ می‌سپارم تا هفته آینده و برنامه دیگر از پرونده.